بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اهل لقدت من لسانی یفقهوا قولی. شاگردای عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز ریاضی صنف 11 ما میخوانیم فصل 2 درس 28 ما که مربوط صفحات 57 و 58 کتاب شما میشه و عنوان درس ما از قانون کوساین. دوستای گرامی، ما و شما قبلا گفتیم اگر یک مثلث داشته باشیم ABC، درست؟ ایزولا A، ایزولا C و ایزولا هم B. بین اضلاع و زوایا یک ارتباط است که ما به او میگفتیم قانون ساین. و او به این ترتیب بود که میگفتیم ساین A بر ضلع A، این نسبت مساوی است به نسبت ساین B بر ضلع B، این نسبت مساوی بود به این نسبت و مساوی بود هم در نهایت به ساین C بر C. و این را گفتیم قانون ساین. به عین ترتیب کوساین هم یک قانون است به نام قانون کوساین که هدف چیز رابطه بین زوایا و اضلاع یک مثلث، درست؟ قانون کوساین به این ترتیب است که میگیم کوساین A مساوی است B مربع جمع C مربع منفی A مربع بر 2BC. در اینجا هم اگر شما در حقیقت ببینین این زاویه را ارتباطش ما با این سه زله برقرار کردیم، چون این یک ارتباطه، چون این یک مساوات، ما میگیم قانون کوساین. ناگفته نمانه که قانون کوساین تنها این مساوات نیست، سه مساوات است. کوساین B هم مساوی میشه به A مربع جمع C مربع منفی B مربع بر 2AC. و مساوات سومش که کوساین C مساوی است A مربع جمع B مربع منفی C مربع بر 2AB. یعنی وقتی میگیم قانون ساین، مساوات سه نسبت قانون ساین میگه، وقتی که قانون کوساین میگیم اینی سه مساوات که هر سه جداگانه از هم هستند، جدا از هم هستند، اینا را میگن قانون کوساین. خب ما اول در حقیقت یکی از این مساوات ها را ثابت میکنیم که به عین شکل شما دیگرایش میتونین با خود ثبوت کنین و سپس در اون زمینه مثال کار میکنیم. خب شاگردای عزیز، اگر یک مثلث به این ترتیب در نظر بگیریم، مثلث ما باشه نامش A B C، ایزولا A، ایزولا هم C و ایزولا نامش هم میمانیم B، یعنی از این قسمت تا به این قسمت B میگیم. دوستای عزیز، حال اگر از این قسمت، از این رأس یک خط کاملا عمود رسم کنیم با ضلع C به این قسمت، یعنی این زاویه باشه 90، این زاویه باشه 90، این فاصله را بنامیم X و از این قسمت فاصله را تا به اینجا چی بنامیم؟ B منفی X. B منفی X. اگر تمامی این خط B باشه و این فاصله باشه X، طبعا این فاصله چی میشه؟ B منفی X. یعنی اگر از تمام ایزوله را کم کنیم، این باقی میمانه که میگیمش B منفی X. ارتفاع که هایت گفته میشه به H نشانش میدیم و این نقطه را هم به H کلان نشان میدیم، درست دوستا؟ حال میبینیم دو مثلث داریم، یک مثلث BCH، یک مثلث هم داریم BHA، که هر دوی مثلث های قایم الزاویه است. هم قایم الزاویه است چون زاویه 90 درجه است، هم قایم الزاویه است زاویه 90 درجه است. در این مثلث اگر ببینیم دوستا، این وترس یعنی A مربع میتونیم بنویسیم A مربع مساوی است B منفی H مربع B منفی X مربع جمع H مربع. مربع وتر مساوی است به مجموع اضلاع مربعات اضلاع قائم قاضی فیثاغورس بود، درست؟ حال اگر این را انکشاف بدیم، رابطه اول ما، خب در این مثلث میبینیم، در این مثلث وتر چیز سی است، میگیم سی مربع مساوی است به اکس مربع جمع H مربع، چون اینا یه هم ضلع قایم است یه هم ضلع قایم است، قضیه فیثاغورس، مربع وتر مساوی است مجموع مربعات اضلاع قایم. خب قیمت H را میگیریم از این
پیدا میکنیم، یعنی سی مربع اکس اگر به طرف چپ ببریم میشه منفی اکس مربع، این مساوی است به اچ مربع. این را میگیم رابطه دوم. قیمت اچ مربع را از این رابطه وضع میکنیم در این رابطه اول، به عوض اچ مربع اینجا قیمتش را میمانیم. یعنی به این ترتیب میگیم که ا مربع همین رابطه اول خودش را نوشته میکنیم مساوی است بی مربع منفی دو بی سی دو بی اکس مثبت اکس مربع، به عوض اچ می نویسیم جمع سی مربع منفی اکس مربع. درست؟ اکس مربع با اکس مربع تفریق میشه، ای مربع مساوی است بی مربع منفی دو بی اکس مثبت سی مربع. درست از دوستای عزیز؟ حال چی میکنیم؟ این قسمت به طرف چپ مساوات میبریم، علامش منفی مثبت میشه، دو بی اکس میشه، مساوی است بی مربع و سی مربع را در جای خودش میمانیم و ای مربع را به طرف راست میاریم که علامش تغییر کنه میشه، اینجا مثبت بود وقتی به طرف راست آوردیمش علامش تغییر میکنه میشه منفی. درست؟ خب دوستای عزیز، تا به اینجا که فهمیدین ادامهش به این ترتیب است که ما و شما در این مساوات این گونه هم نوشته کرده میتانیم که اگر توجه کنین این زاویه را میبینیم کوساینش را میگیریم، کوساین A مساوی است ضلع مجاور بر وتر، ضلع مجاورش X است، وترش چیز C است، کوساین از این زاویه مساوی ضلع مجاور بر وتر. خب اگر طرف وسط کنیم طرفین ما مساوی سی ضرب کوساین ای، وسطین ما چیز مخرج از یک از یک ضرب اکس. پس در این قسمت عوض اکس قیمت شمه ایمانم سی کوساین ای مساوی بی مربع جمع سی مربع منفی ای مربع. اطراف تقسیم از این میکنم یا برطانه تا بگویم با کوساین ای دالت ضرب است، این طرف میارمش دالت تقسیم، کوساین ای مساوی بی مربع جمع سی مربع منفی ای مربع بر دو بی سی. درست؟ یکی از مساوات های قانون کوساین ما کار کردیم، کوساین بی کوساین سی، و این پروسیجر میتونین در این مثلث شما کار کنین و مساوات شب به دست بیاریم. خب دوستا، حالا که یکی از اینا را من کار کردم به دست آوردم، در این زمینه ما مثال کار میکنیم. خب شاگردای عزیز، مثال اول از به ما همچون مثال داده، همچون یک مثلث داده، از لایش بر ما گفته و از ما خواسته که پیدا کنیم زاویه ای چند میشه. عبارت مثال میشه در کتاب نوشته است، شما بخوانید. خب به خاطر از این ما نوشته میکنیم کوساین ای مساوی است به بی مربع جمع سی مربع منفی ای مربع بر دو بی سی. با استفاده از این مساوات میتونیم ایره به دست بیاریم، یعنی با استفاده از قانون کوساین میشه که زاویه را به دست بیاریم. ببینین دوستا، یعنی ما وقتی که زاویه را پیدا میکنیم از جنس چی پیدا میکنیم؟ از جنس اضلاع پیدا میکنیم. قانون ساین، قانون کوساین، قانون تانجانت، تمامی قانونا به می هست و به می وضع ساخته شده که ما بتانیم از جنس اضلاع زوایا را پیدا کنیم یا از جنس زوایا اضلاع را پیدا کنیم. یعنی این قانون ها، قانون ساین، کوساین، تانجانت، رابطه بین اضلاع و زوایا است. خب حال چه قسم پیدا میکنیم زاویه ای را؟ به عوض بی میگذاریم 6، البته مربع 4، ببخشید بی 4 است، پس 4 مربعش هم نوشتم، سی از 6 اینجا می نویسیم مربع. واحد از اینا هر چی باشه فرق نمیکنه، فوت باشه، متر باشه، اینچ باشه، سانتی یا ملی فرق نمیکنه، زاویه مو یک چیز میایه. خب منفی عوض ای میمانیم جذر 28 مربع و دو به عوض بی میگذاریم 4 و به عوض سی چند میگذاریم؟ سی چند است؟ 6. درست از دوستای عزیز؟ خب ای را که پیش ببریم میشه 16 جمع 36، این قسمت رفع میشه منفی 28 بر این میشه 8، 8 6 48. و در نهایت اگر ما ای را بیشتر ساده کنیم چند میشه دوستای عزیز؟ 1/2. وقتی که اینا را جمع کنیم و تفریق کنیم و اختصار کنیم میشه 1/2. خب کوساین ای مساوی میشه 1/2.
از هر دو طرف ارک کوساین میگیریم. ارک کوساین کوساین A مساویس ارک کوساین 1/2. ارک کوساین با کوساین رفع A مساویس با خب کدام زاویه است که کوساینش 1/2 است؟ طبعاً ما میفهمیم 60 درجه. پس A مساوی چند است؟ A مساوی 60 درجه. خب شاگردای عزیز امیدوار هستم درس امروز ها مخته باشین. رابطه بین ازلا و زوایایی که به این ترتیب در یک مثلث برقرار میشه میگیم این مساوات چی؟ کوساین. درست است و گفتیم کوساین چه مساوات است؟ یک کوساین A که به این شکل ما تعریفش کردیم و همچنان به این ترتیب ما داریم کوساین B. کوساین B به این ترتیب است. قبلا هم گفتم بازم یک بار تکرارن میگم که A مربع جمع C مربع منفی B مربع بر 2AC و کوساین C مساوی است A مربع جمع B مربع منفی C مربع بر 2AB. این سه مساوات هم میگیم قانون کوساین در برگیرنده عرصه از این مساوات است. خب دوستای عزیز درس امروز ما به پایان میرسد. تا درس بعدی همه شما را به لای پاک و به نیاز میسپارم. اوقات شما بخیر.